وبسایت خبری آکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی و یک دیپلمات غربی آگاه خبر داده که در روزهای گذشته حزب الله لبنان با جمهوری اسلامی تماس گرفته و از جمهوری اسلامی خواسته که حملاتی تلافی جویانه در خاک اسرائیل انجام بدن و جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو نپذیرفته و دلیلش رو هم زمان نامناسب اعلام کرده. آکسیوس در این گزارش میگه که جمهوری اسلامی گفته که آقای پزشکیان در حال حاضر در نیویورک در سفر هست، برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا آمده و الان زمان مناسبی نیست که جمهوری اسلامی بخواد به اسرائیل حمله بکنه. از روز سه‌شنبه هفته گذشته اسرائیل حملات سنگینی رو علیه مواضع حزب الله لبنان انجام داد، هم زیرساخت‌های ارتباطی رو با حمله به پیجرها و بی سیم‌ها مورد هدف قرار داد و هم سران و فرماندهان حزب الله لبنان رو مورد حمله قرار داد، حمله‌ای که روز سه‌شنبه هم ادامه پیدا کرد. ابراهیم قبیسی از رؤسای موشکی و راکتی حزب الله لبنان رو تونست از بین ببره و هم توانست زرادخانه های موشکی و راکتی حزب الله لبنان رو مورد حمله قرار بده در این یک هفته و حالا حزب الله لبنان دست به دامن جمهوری اسلامی شده تا حمله رو به خاک اسرائیل انجام بده و جمهوری اسلامی هم به رغم اینکه بارها تاکید کرده رهبر جمهوری اسلامی که انتقام خون اسماعیل هنیه رو خواهند گرفت، نپذیرفته که دست به حمله تلافی جویانه علیه اسرائیل بزنه. در روزهای گذشته نگرانی ها هم در اسرائیل و هم اینجا در ایالات متحده زیاد بود که جمهوری اسلامی هم بخواد وارد این درگیری ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان بشه و فعلا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی پیشنهاد حزب الله رو نپذیرفته و انجام حمله ای رو علیه اسرائیل در سر نداره. سمیرا قرایی، واشنگتن.